سرخط خبرها روسیه به دلیل صدور قطعنامه علیه ایران سرنوشت برجام به یک تاره مبند است اعترافات عجیب مامور سابق سیا در بستر مرگ در خصوص فضاپیماها سلام و درود خدمت که شما همراهان گرامی به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید روسیه به دلیل صدور قطعنامه علیه ایران سرنوشت برجام به یک تاره موبند است معاون وزیر خارجه روسیه در سخنانی نسبت به احیای سریع توافق بر سر احیای برجام ابراز امیدواری کرد سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه روز سهشنبه در خصوص توافق هسته ایران به خبرنگاران گفت که به دلیل صدور قطعنامه به نفع غرب از سوی آژانس بینالمللی انرژی اتمی به اتهام عدم شفافیت از سوی ایران سرنوشت توافق به یک تاره موبند است وی در ادامه عنوان کرد که مسکو امیدوار است در صورت وجود اراده توسط همه طرفین توافق سریع احیا شود اعترافات عجیب معمور سابق سیا در بستر مرگ در خصوص فضاپیماها مردی که ادعا میکرد معمور سابق سیاس در حالی که در بستر مرگ بود ادعاهای تکان دهنده ای درباره منطقه 51 کرد مرد ناشناس مدعی شد هنگام کار در منطقه 51 یک فضاپیمای فرازمینی را دیده است و حتی ویژگی های یک موجود بیگانه زنده را توصیف کرد او ادعا کرد که دلیلی که توانسته این چیزهای عجیب و غریب را ببیند این بود که موقعیت او عنوان عضوی از ارتش و سرویس های اطلاعاتی بگونه ای بود که به او اجازه دسترسی داده شده بود. این مرد 77 ساله با ریچارد دولان محقق بشقا پرنده صحبت کرد اما تصمیم گرفت ناشناس بماند. زیرا نگران این بود که اگر هویت واقعی خود را فاش کند چه اتفاقی می افتد. گفته می شود که این مامور در طول فعالیت خود در سیا از یک نام جعلی استفاده کرده است. بنابراین نام واقعی او هرگز تایید نشد. او بین سالهای 1957 تا 1960 بر برای سازمان سیا کار می کرد و مدتی را در یک پایگاه نظامی در جنوب شرقی ایالات متحده گذراند جایی که آنها شواهد فیزیکی را تجزیه و تحلیل کردند روزنامه نگار لیندا مولتون هاو در سال 1998 با این مرد در 11 ساعت نوار صوتی مصاحبه کرد که در آن او با نام مامور کوپر نامیده می شد. با این حال پس از این مصاحبه گفته می شود که سیا به او هشدار داده بود که دیگر در گفتگوهای مربوط به دوران سربازی شرکت نکند. سپس در سال 2013 سلامتی او رو به افول بود و او می ترسید که ممکن است بمیرد. بنابراین برای یک مکالمه دیگر این بار با ریچارد دولان از مخفیگاه بیرون آمد. او ادعا کرد که او را به منطقه 51 بردند تا به مواردی که گفته می شود توسط دولت ایالات متحده پیدا و بازیابی شده است. نگاه کند او گفت در میان آنها یک بشقا پرنده بود که در ژوئیه 1947 در روزول مکسیکو سقوط کرد و فرود آمد او همچنین ادعا کرد که بیگانگان زنده از این کشتی گرفته شده بودند و او را به مرکز منطقه 51 بردند جایی که او فرازمینی های زنده را دید او گفت 13 یا 15 مایل طول کشید تا به آنجا رسیدیم و آنچه دیدیم مانند نلبکی بود و ظاهرا همه موجودات فضایی که در آن بودند مرده بودند به جز یک زن و شوهر و می توانستیم در کنار آن فضاپیما راه برویم کوپر ادامه داد در آنجا ما فیلم کالبوت شکافی را دیدیم و سپس سرهنگ گفت که ما با یک بی بیگانه خاکستری مصاحبه می کنی. سپس دولان پرسید این بیگانه خاکستری چه شکلی بود میتوانید کمی آنها را توصیف کنید که او پاسخ داد اندازه سرش در مقایسه با یک انسان معمولی به نظر نمی رسید. به عنوان مثال مغز کمی بزرگتر بود و بینی بسیار بسیار کوچک و گوش ها بسیار بسیار کوچک.